بله، با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبهانی هستم و امروز هم 17 اکتبر 2016 است و همونطوری که وعده کرده بودیم برای این ایام ماه محرم گفتیم مردم ها بی خودکی روزخونی را میندازن و بدون اینکه اصلا بدونن که ماجرا چیست و در حقیقت اسمش رو هم میذارن فرهنگ جامعه، در حالی که اینا خرافه است و فرهنگ نیست. بنابراین ما فکر کردیم که تو این دهه ماه محرم و دهه ماه صفر که 2 تا 10 روز از ماه است که مردم روزخونی میکنن و یادت هست که میومد تو خونه روزخونه توی اتاق هیچ کس هم تو خونه نبود و مادر یه چایی درست میکرد، روزخونه یه صندلی هم میذاشتن، روزخونه میرفت میشست توی اتاق روزه میخون بدون اینکه کسی اصلا باش، بعد مادر یه 2 تومن هم اضافه میداد، میگو اتفاقا این همسایه بغل دستی گفته که یه روزه حضرت رقیه هم آج آقا براش بخونی. آجاقا هم خوشا یه 2 خط دیگه زرزر میکرد، زودی پوله رو یه چایی و یه پاکت میذاشتن و زود پاکت رو ورمیداشت میذاشت تو جیبش و چایی هرت میکشید و عدم میپرید و اولی کاری که میکرد در پاکت رو وام کرد بینه که چقدر پول بهش درست دادن یا ندن. هیچ کس تو اون اتاق نبود، این تنهایی برای خودش میمر روزه میخون که یه چیز مسخره بود که یادمون میاد. بنابراین ما فکر کردیم که در این ارتباط خوبه که بریم تاریخ، چون من باور دارم که 3 عنصر اصلی تاریخ و عرضم به حضور شما جغرافیا و ادبیات 3 عنصر پیش برنده جوامع هستن. اگر جوامعی در دنیا مینی، ممالکی در دنیا مینی که اینا پیشرفت کردن چه از نظر صنعت، چه از نظر مدرنیته، چه از نظر مدرنیزاسیون، هیچ نبوده الا اینکه به 3 عنصر تاریخ و جغرافیا و ادبیات اهمیت داده. در این آمریکای بزرگ که شما می‌بینی در بعضی از رشته‌ها باید تا مقطع لیسانس بحث تاریخ یه واحد درسیه، ولی در سال اول و رشته های عمومی تاریخ برای همه دانشجویان در کالج ها و سال اول دانشگاه ها جزو دروس اجباریه، باید حتما یه واحد تاریخ هم ورداری، مثلا چه میدونم قانون اساسی آمریکا بخونی، پرزیدنت ها رو بخونی، همه رو باید بخونی. بنابراین تو همین مملکت هم شما میبینی که به عنصر تاریخ و جغرافیا و ادبیات اهمیت دادن و از اون راه هست که به این دستاورد رسیدن. منم فکر کردم که از یک آقایی که در این زمینه نامش آشناست، کار کرده، آقای وفا یغمایی نازنی، خواهش کردم بیاد و تاریخ رو اونجوری که تاریخ نویسان نوشتن برای ما بگه، نه اونجوری که آخوندا میگن. امروز احمد خاتمی، این هیولا، این چهره کریه، میگه که آقای خامنه ای زندگیش رو مردم، از اعانات مردم تأمین میکنه. آقای چی بود اسمش، مرد شکر فروش، اسمشو گوشتن روزا دنیای اسلام داشت و اینها، اون یکی میگه این از راه تألیفات، حق و تألیف، شما برو از اساتید دانشگاه، از نویسنده ها بپر ببین چقدر حق و تألیف بهشون میدن. آیا میشه از راه حق و تألیف در نظام جمهوری اسلامی زندگی کرد؟ دکتر ودیعی در یکی از صحبتهایی که برای ما کرد یه جایی هم در کتابش اشاره میکنه به وضعیت حق و تألیف در دوران محمد رضا شاه.
اینقدر رقم ناچیزه، میگه اصلا اون به حساب زندگی نمیاد. یه حسابی وا کرده بودیم اونا رو، عقد و تالیفا رو میریختیم اون تو، چون چیزی نبود که بشه تا جمع بشود یه چیزی بشه آخر سر، که اون رم اینا مصادره میکنند و ازش میگیرن. علی ای حال، بنابراین ما این برنامه ها رو شروع کردیم و گفتیم از آقای یغمایی هم خواهش کردیم که روزهای دوشنبه و سه شنبه، مثلا دوشنبه ها این ساعت، سه شنبه ها بعد از برنامه پیر خراسانی، چهارشنبه ها بعد برنامه آقای شاهین پر، و روزهای پنجشنبه هم که برنامه خودشون رأس ساعت 10 شروع میشه، با هم دیگه فعلا گفتگو بکنیم و این بحثا رو پیش ببریم و به جای خوبی هم رسیدیم. امروز یه نکتم دوباره لازمه به ذکر است که به عرضت برسانم، که دوستان محبت کردن، گفته بودن راجع به تولد شهبانو که ما روز جمعه راجع به شرف زدیم. یه نکته فقط بگم، این آقای یکی از دوستان فکر میکنم دکتر محسن ون نوشته بودش که این بانو رو اگر مقایسه کنی با خانواده های سلطنتی اروپایی میبینی که مثلا خانم، من اصلا با اون تیکه امر شخصیش کاری ندارم که دوست پسر میگیره دوست پسر نمیگیره، اون یه شخصی، هر آدم دلش میخواد جوری زندگی کنه، ولی این بانو تو اون مملکت به بخش علی خصوص ادبیات خدمت کرده، کار مهمی رو انجام داده. شما اگر سینمای امروز رو میبینی که در ایران آخوند ازش سوء استفاده میکنه و به عنوان محصولات خودش بیرون میده، این زحماتیه که خانم لیلی ارجمند، امیر ارجمند که دوست فرح پهلوی بوده، با حمایت فرح پهلوی این کار کردن. امروز میگن اونجا اصلا مرکز کمونیستا بوده، نمیدونم کمونیستا رو آوردن، از این مزخرفات هم به فرح پهلوی میچسبونن که همه کمونیستا رو آورده، به خاطر همین نظام شاهنشاهی سقوط کرد. اتفاقا اونا بسیار کمک کردن در رشد جامعه، ولی خود نظام از بنیادش دچاره. یکی هم نوشته بود برای من که راجب این پاسبان ها که نمیدونم لباسشون رو گلد مالیدن توی عاشورا و اینها، گفتم آره اینو باید بری از سردار سپه رضا خان میرپنج معروف به رضا ماکسیم بپرسی که چه شد که رضا شاه کبیر اون عمل رو در ایران ممنوع کرد، عمل میرپنج رو ممنوع کرد، سردار سپه رو در ایران ممنوع کرد و گل نباید دیگه کسی به خودش میباری، در حالی که پیش از اون خودش این کاری کرده. پس بنابراین بعد ببینیم که چه کسانی در تاریخ به تحول جامعه کمک کردن. نگاه میکنیم اینی در پیرامونون تیمورتاش، نمیدونم داور، نصرت الدوله، سردار اسد، خیلی کسا بودن که کمک کردن تا اینکه، بنابراین اون مسئله شهبانوی ایران، نمیدونم آخرین ملکه ایران، این هم در تو این ظرف جا میگیره. اینا کمک کردند به مملکت ما. و نکته مهم حرفم در این است که هفته پیش متوجه شدیم که یکی از روزنامه‌نگاران به نام آقای صفای حائری، که من یادم همیشه گزارشای رو از پاریس میفرستاد، گزارشگر ما در پاریس و اروپا آقای صفای حائری، ایشون هم به لقاء الله پیوست، عمرش به پایان رسید و از پیش ما رفت. ولی این بزرگوار همواره حامی برنامه های میهن تیوی بود. من یک بار هم بیشتر با ایشون تلفنی صحبت نکردم، ولی همواره ایشون هر ماه مبلغی رو به ما کمک مالی میکرد و همسر بزرگوارش که براش آرزوی سلامت میکنم، براش آرزوی شکیبایی میکنم، تماس گرفتن و به من گفتن که این مرد بزرگ
حکم کرده که براش مراسم تشییع جنازه ختم و هفت و از این چیزها نگیر، پول این رو خرجش رو بده به کسایی که در راهی کاری دارن انجام میدن، از جمله مشخص کرده بوده تلویزیون میهن و سعید بهبانی. و این بانوی بزرگوار زنگ زد و این مطلب رو برای من گفت و من ضمن اینکه بالاخره کمک مالی است هر چقدر باشه بازم کمکی ازش ممنونیم، ولی بسیار از مرگش متاسف شدم، ولی از این بابت خوشحال شدم که نگاه و اندیشه چگونه است. یه آدم متفکر حتی بعد از مرگش رو هم فکر میکنه و میگه به جای اینکه بری این کار رو انجام بدی بریزی تو جیب آخوند و غیره، این خرج رو در راه بهتری مصرف بکن. ممنون. اما خیلی هم مقدمه طولانی شد، یه 10 دقیقه ما حرف زدیم، بریم پیش آقای یغمایی. ضمن سپاس و تشکر از حضورش در برنامه، یه سری پرسش ها باقی موند از جلسات گذشته، ولی امروز اجازه بده که بریم پای این موضوع که ما تو همین تاریخ یه کسی رو داریم به نام زین العابدین بیمار که اسمش علی بوده، ظاهراً علی ابن حسین، ولی بهش میگن تاریخ شیعه صداش میکنه زین العابدین بیمار و بعد هیچ چیزی از این جا نمونه، ولی یه صحیفه سجادیه ازش دارن، بهش میگن امام سجاد، یعنی کسی که دائما در حال سجده است. سجاد اسم فاعله دیگه، کسی که دائما در حال سجده و این حرف هست. و به صحیفه سجادی هم ازش میگن هست که من نمیدونم تا چه حد صحت داره. عموی من دکتر بهبانی که در حقیقت یکی از شخصیت‌های مذهبی دوران آریامهری بود و اول انقلاب این بیناموسا اعدامش کرد، یعنی کشتنش، در خونش ترورش کردن و تحت عنوان فرقان و گروه های قلابی که بهشتی رهبری اونا رو به عهده داشت، او هم در همین ایام ماه رمضان یک برنامه 10 دقیقه یه رو بداشت در پیش از افطار که دعای از صحیفه سجادیه و فرازای از این داستان رو میخوند، از این دعاها رو در رادیو دوران آریامهری اجرا میکرد که اون موقع آخونده اصلا با رادیو و تلویزیون براشون حرام بود، ولی اینا جزء متفکرین و در حقیقت پیشگامان بودن. پرسشمون از آقای یغمایی هستش که این داستان چیه؟ این آدم رو تعریف کنید، زین العابدین و عاقبتی که بر او اومد در این سفر از نینوا تا شام که فاصله فرمودید 900 کیلومتر است. امروز هم در همون نینوا در حقیقت موصل امروز جنگ شروع شده، خبری از جنگ هم نمیدونیم به کجا رسیده، ولی به هر حال میپرسیم که این ماجرا چیست و آقای یغمایی این رو برای ما چگونه تعریف میکنه. آقا بسیار ممنون و سپاسگزارم واقعا از حضورت، از اینکه مهر میکنی و ما رو در این راه پرپیچ و خم همراهی میکنی و راهنمایی میکنی. ازت ممنونم، خوشحال میشم در این زمینه نظرات شما رو بشنویم. بفهمید خواهش. خواهش میکنم. با سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان و بینندگان گرامی، صحبت رو تو زمینه کربلا ادامه میدیم. در حقیقت اشاره‌ای که شما به چهارمین امام شیعیان کردید، دوستی نوشته بود که چرا کلمه امام رو به کار میبری، فقط اسمشون رو به کار ببر. قبلا گفته بودم امام باری بار فلسفی و یا ارزشی برای من نداره. امام به معنی پیشرو است در لغت عرب، رهبر، پیشرو، همونطوری که امام المؤمنین داریم، امام الکافرین هم داریم و شطوری که خلاصه اولین شطور کاروان هم میشه امام شطورها و خلاصه یک کلمه است و اگه به کار میبریم منظور خلاصه استفاده از سنت و نه اینکه من معتقد باشم. ببینید داستان
چهارمین امام شیعیان و نیز پنجمین امام شیعیان و نیز ششمین امام شیعیان از نظر تاریخی بسیار مهمه. یه موقع است که ما میخواییم دعایی بخونیم و به قول معروف عاقبت به خیری کسب بکنیم و از اون بحثایی که قبلا کردیم جاودانه بشیم و در بهشت قرار بگیریم و از آتش جهنم رهایی پیدا بکنیم، خب میتونیم با خیالات دلخوش باشیم و خودمون راحت بکنیم و مثل عوام الناسی که گناهی هم بر اونا مترتب نیست، بلکه اگر گناهی باشه، اگر خطایی باشه، متوجه روشنفکر هست، روشنگر هست، متوجه امثال من هست، متوجه امثال روانشادان شریعتی و بازرگان و حنیف نژاد هست که توجه نکردند که اونها نباید مثل عوام فکر بکنند و باید از حصار تقدس بیان بیرون. ببینید این سه تا امام شیعه که در حقیقت اصلی ترین خونخواهان امام حسین باید باشند، پس از امام حسین زیستند در امتداد زندگی حدود 6-7 خلیفه اموی که اکثرشون هم جبار بودند. ولی اینا چه کردند؟ ما چهره ای ساختیم که امام پنجم، امام چهارم، خلاصه از مزخرفات آخوندی که بگذاریم که واقعا چیزای عجیب غریبی که همش ساختهای ذهن و خرافه است، این اقیانوس آلوده کتاباشون رو بریم بخونیم و ببینیم چه چرندیاتی افتاد. ولی امام زین العابدین زندگی تئوریک و زندگی عملی اون و زندگی سیاسی اون نشون دهنده این هست که با اینکه شاهد ماجرای کربلا بود و شاهد کشتار بود، جوان رشید 20-21 ساله‌ای بود، در تمام عمرش کوچکترین تحرک سیاسی که بگذاریم و انقلابی و مبارزاتی نداشت و در حقیقت اگر از نظر روانشناسی نگاه بکنیم به نظر من و اون حصار تقدس رو برداریم، چنان ضربه روحی و روانی خورده بود که تمام عمر رو زانو زده و به دعا و نیایش و به نوعی خلاصه پناه بردن به خدا گذروند. صحیفه سجادیه شامل 76 تا دعا بوده که گویا 54 تاش بیشتر باقی نمونده و یکی از پر جنجال ترین کتابای شیعه هست و ده ها و صد ها تفسیر بهش نوشته شده، ولی سراپای این کتاب چیزی جز عجز و لابه و انابه به درگاه خدا نیست و اینکه منو نجات بده، به من روزی بده، به من رزق بده. این انعکاس زندگی سیاسی چهارمین امام شیعیان هست. شما نگاه بکنید، قبلا اشاره کردیم ایشون پس از واقعه کربلا میرن به مدینه. در دوره امام چهارم شیعیان 3-4 شورش بزرگ در میگیره که در هیچ کدوم از اینها شرکت نمی کنن. خونخواه هستند دیگه، به هر حال پدر کشته هستن، قاعدتا باید در رأس انقلابیون و انقلابی که اون موقع وجود نداشت، انقلابی مفهوم جدیدیه، مبارزین و شورشیان اون موقع قرار بگیرن که میبینیم در شورش مدینه به هیچ وجه نه تایید میکنن نه وارد مبارزه میشن که هیچ، در حقیقت پس از کشتار بین 4-10 هزار نفر از مردم مدینه و تجاوز به اکثر زنها و حامل شدن نزدیک به 1000 زنی که شوهر نداشتن توسط ارتش یزید، ایشون در امن و امان زندگی می کنند و نمونه هاش ثبت شده، حتی خود آخونده هم خیلی خوب ثبت کردند که در به اصطلاح شورش مدینه که رهبرش هم حنظلت ابن قسیل الملائکه بود، ایشون هیچ شرکت نکرد و نه تنها شرکت نکرد بلکه خانواده مروان ابن حکم که از سران اموی بود و بعدها خلیفه شد در شورش مدینه به اونا پناه داد و عده زیادی رو در خونه خودش راه داد و بعدها مروان از اون تشکر کرد.
خلاصه در سال بعد از فتح مدینه به دست مصطفی بن عقبه امام سجاد، چون هیچ فعالیت سیاسی و مبارزاتی و شورشی نداشت، گرامی داشته شد. بعضی از نمونه ها رو من یادداشت کردم از زندگی ایشون که مشتاقان چه مسلمان چه غیر مسلمان میتونن واقعا مراجعه بکنن. خیلی راحته الان پیدا کردن اسناد، اینجا من بعضی رو نوشتم. در شورش عبدالله زبیر که به خونخواهی امام حسین پدر امام سجاد بود، به هیچ وجه همراهی نکرد و اونو تایید نکرد، هرچند که بعدها خواهرش سکینه رو برای ازدواج با مصعب ابن زبیر همراهی کرد به عراق و 40,000 دینار از مصعب پاداش گرفت. قیام مختار رو همراهی نکرد، این هم یکی از شورشیانی بود، شورشیانی بود که خیلی از ایرانیات اون شرکت داشتند و اون به خونخواهی امام حسین بلند شد و خلاصه موفق هم شد و اکثر قتله رو کشت. به هیچ وجه امام سجاد همراهی نکرد و پاسیو موند و در حقیقت بعد از اینکه مختار به وضع فجیع همه رو کشت، تعدادی از سرهای بریده رو فرستاد برای زین العابدین و اون تشکر کرد و خدا رو سپاس کرد. در مختار موقعی که شورش کرده بود، چون طرفدار آل علی بود، 100,000 دینار پول و یک کنیز به اسم هورا، کنیز بسیار گران قیمت و زیبارویی که بعدها مادر زید شد، همون زید شورشی، برای اون فرستاد. بعد از اینکه مختار شکست خورد، اون 100,000 دینار رو برگردون به عبدالملک پادشاه بعدی که بالاخره مختار رو سرکوب کرده بود و اون سرکوب نکرده و ولی به اصطلاح پس از شورش با حاکمیت رسیده بود، که اون پول رو بخشید به خود امام سجاد و نوشتن که اون نه تنها مختار همراهی نکرد، بلکه مختار رو لعن کرد. و وقتی که خلاصه از مدینه برگشت، فرماندار از مکه برگشت، فرماندار وقت اومد و از اون پیشوا به پیشواز اون رفت و به اسبش علف تازه داد و خلاصه کلی احترام گذاشت. ببینید اینا فاکت های تاریخیه، کنار هم که بذاریم ببینیم که امام چهارم شیعیان در 3-4 تا شورشی که مردم و دوستداران آل علی کردن، که خیلی اینا بالاخره زیربناش فشاری بود که بنی امیه می آوردن و مردم ناراضی بودن و بالاخره جرقه خونخواهی به یک بهانه‌ای با یک حادثه‌ای باز زده بشه. ولی سوال اینه که به چه دلیلی ایشون بالاخره این همه تمام گروه های سیاسی، آخوندها، نمیدونم کسانی که برحال به دنبال اسلام سیاسی و انقلابی هستند، امامان شیعه رو همه رو سمبول های عدل و داد و شورشگری و انقلاب میدونند. سوال اینه که چرا ایشون یک زندگی، گفتم تو عرصه تاریخ داریم حرف نداریم، در عرصه تقدس، عرصه تقدس یا حیطه‌ای که مردم کوچه و بازار نفس میکشن مورد بحث ما الان نیست. ما کاری به اونا نداریم و به اون مقدساتشون هم کاری نداریم و بی احترامی نمی کنیم. جای جدال جاییست که خلاصه اندیشه در حرکت و جولان میاد و میخواد بفهمه. این زندگی سیاسی بیش از اینش رو میتونید راحت هم تو کتاب ها بخونید، صدها کتاب نوشته شده، هم با یک کلیک روی گوگل و زندگی امام سجاد با سند با انبوه رفرانس ها خواهید دید که چیزی جز این نبوده و این زندگی امام سجاد از همه چیز جز دعا و سجده و ناله های نیمه شب تهی بوده. بنابراین ایشون زندگیشونو کردن و بعدش هم فوت کرد. نفر بعدی امام محمد باقر هست، پسر امام سجاد. همینجا بگم که انشابات شیعه از همینجا شروع شد، یعنی از درون آل علی. نخست محمد ابن حنفیه پسر علی ابن ابی طالب، که البته از یک مادر دیگه بود نه فاطمه، ادعای امامت کرد. این مرد بسیار شجاعی بود و همون کسیه که در نهج البلاغه اون خطبه کوتاه و معروف تزول الجبال ولا تزول کوه ها بجنبند و تو مجنب رو، علی خطاب بود در یکی از جنگ ها
گفته. و او گفت من پسر علی ابن ابی طالبم و خلاصه به امامت از تو خلاصه مشروعیت بیشتری دارم. در کنار اون زید بود، زید پسر امام سجاد، که معتقد بود که امام کسی است که میان مردم باشه و خلاصه شورشی باشه، با شمشیر بجنگه. و باز هم تاکید میکنم بسیاری از این کشتگانی که در ایران دفنند و به اسم امامزاده معروف، اینا زیدی هن. یعنی در حقیقت خود زید کشته شد، پسرش هم یحیی بن زید شورش کرد و در زمان امویان گریخ به طرف های مازندران و تالش، اونجا کشته شد. احتمالا مقبرش هم در ایران هست. و بعدش هم نفس زکیه بود که از نوادگان امام حسن بود که اونم شورش کرد کشته شد. ببینید اینا شورشی ها بودن، ولی امام محمد باقر که پس از امام سجاد خلاصه امام شد و گفتن با وصیت امام سجاد اینها، هیچ فعالیت انقلابی مبارزاتی و سیاسی نداشت. به ایشون میگن باقر العلوم، شکافنده علم ها. حالا چرا اینطوریه؟ وقتی که من اسناد دنبال میکردم دیدم که یکی از خلاصه پیروان زمان پیغمبر که اینجا اسمش هم من یادداشت کردم، ایشون خلاصه جابر ابن عبدالله انصاری تو مسجد میشسته این میگفته که باقر العلم، باقر العلم، باقر العلم. مردم نمیدونستن چه فکر میادن، این دیوانه شده. وقتی ازش پرسیدن حدیثی گفته که آره پیغمبر گفت فرزندی میاد که از امام سجاد هم نام منه، اون علوم رو میشکافه. یک عمره که خلاصه ما و میلیون ها میلیون شیعه و نسل اندر نسل با صدها و هزاران کتاب از باقر العلوم گفتن که ایشون علوم رو شکافته. حالا مبارزه که خبری نیست، یعنی ایشون در معاصر چندین خلیفه بودن، داشت زندگیشو میکرد و آخونده وقتی که افراد در جنگ کشته نمیشن راهشو بلدن. بالاخره یه خوشه انگور زهرالودی یا یک زنی که نمیدونم میاد خلاصه مسمومشون میکنه. اینجوری اون حدیثو که از قول پیغمبر احتمالا جعل کردن، یا از قول علی ما منا الا مقتول او مسموم، از ما نیست کسی که یا نکشنش یا مسموم نشه، زهر بش ندن. اینطور هست که اینا میبینن مقتول که خبری نیست جز علی و حسین، کسی مقتول نشد از امامان شیعه. بنابراین آخوند راهش رو تو زهر پیدا کردن پیدا کرده که انواع اقسام، بیشتر دو سه تا از امام ها با انگور، یکیشون رو به نحو غریبی فکر کنم امام جواد هست که میگن که کنیزی بهش دادن که اون واژن خودش رو به زهر آلوده کرد و ایشون موقعی که با اون هم بستر شد خلاصه مسموم شد و مرد. معلوم نیست چرا خود کنیز نمرد و از این کارهای عجیب و غریب. از مبارزات که بگذریم که وجود نداشت، امام باقر انسانی بود خلاصه وضع مالیش خوب بود. خلاصه وقتی که امام سجاد فوت کرد فقط 60 غلام در خانه اون بود که نوشتن نیمیشون رو آزاد کردن. کسی که 60 غلام داشته باشه احتمالاً و بتونه مخارجشون رو بده احتمالاً آدم ثروتمندی. امام باقر چیز مبارزاتیش روشنه، خبری نیست. امام او خلاصه مشغول امامت خودش، ولی علوم رو هم کسی توضیح نداد که این علوم چی بوده؟ فیزیک بوده، شیمی بوده، طبیعی بوده، ریاضیات بوده، ایشون کشفی کرده. نمیدونم چیز مثل زکریای رازی، مثل ابو علی سینا، مثل نمیدونم دانشمندان فلسفی، فلسفه نوعی مثلا اومانیزم رو به جهان آورده. من هر چی گشتم که واقعا از موضع منصفانه ببینم که این امام محمد باقر ملقب به باقر العلوم از نظر سیاسی چه کرده، دیدم هیچ. از نظر سیاسی زندگی خودش کرده در معرکه شورش ها و جنبش های زیدیان، و از نظر علمی وقتی که خوب گشتم دیدم که تمام علم همون اهل علم و مدرسه های علمی هایی که الان مورد نظره، یعنی حدیث و فقه و امثال ایناست که پیروانشون میگن که حدود 30,000 حدیث از ایشون نقل کردن که 16,000 تا از امام جعفر صادق،
که وقتی که به مجموعه احادیثی که نقد شده واقعا منصفانه رجوع بکنیم. اولا من همینجا تاکید بکنم که به نظر من این احادیث رو بیشتر خود آخوندا ساختن، زیرا با زندگی امام محمد باقر نمیخونه این حرفا. اونها باز هم ممکنه بعضیا معترض باشن، ولی به نظر من اونها زندگی خودشون رو کردن و کار خودشون رو کردن و رفتن و بعد آخوندها در حقیقت اینا رو به هم وصل کردن و یه سلسله امامتی ساختن که بتونن نونشو بخورن. ولی این احادیث حتی اگر درست باشه واقعا جز مزاحم زندگی اجتماعی، شخصی و سیاسی مردم در طول قرنها نبوده و نیست و بدین ترتیب ما میرسیم به امام صادق که مدتی رو در دوره امویان گذروند و مدتی رو در دوره عباسیان و میبینیم که خبری نیست در حقیقت. ادامه ماجرای کربلا امامان بازمانده عمیقا دقیقا به زبون ساده پاسیو و در خود هستند و زندگی خودشون رو میکنند و آثارشون رو مینویسند و مشغول گذران زندگی هستند. و مثلا امام سجاد چندین زن داشت، حدود 15-16 تا بچه، امام محمد باقر 5 تا داشت. و مثلا در مورد امام محمد باقر خیلی جالبه که بدونیم که پیشنهاد ضرب سکه رو اون به عبدالملک پادشاه اموی اون داد، برای اینکه اسلام نیز در مقابل رومیان حشمتی داشته باشه. یا نمونه هایی که مثلا از زندگی خصوصیش واقعا نقل کردن، نوشته که حضرت باقرالعلوم 60 غلام داشت. در کتاب محاسن برقی مردی بسیار فربه بود، به طوری که انگام راه رفتن به دو غلام خودش تکیه میداد و راه میرفت. در کتاب ارشاد این ذکر شده. یک جمله هست از امام باقر نقل شده که نمودار زندگی و هوشیاری اونه، میگه که زندگی خوش پیمانه پریست که دو ثلث آن زیرکی است و یک ثلث آن خود را به غفلت زدن. این یه کلماتی است که زندگی ایشون رو نشون میده. محمد ابن مسلم میگه که 30,000 حدیث ایشون، همین علومی که میگن که میشکافته علوم رو، این احادیث بوده که باید بیشترش رو خودمون بریم ببینیم. کافی در کتاب کافی حکیب ابن عتبه میگه خدمت حضرت باقر رسیدم، در یک اتاق آراسته نشسته بود، پیراهانی تازه رنگ شده پوشیده بود و خلاصه دور ورش هم ابزار و وسایل خیلی عالی. گفتم این لباسی که شما پوشیدی مال جوانان عزب یا تازه داماد شده و شهوت پرست، و انتقاد کرده. ایشون گفته من تازه ازدواج کردم، اینجا خونه عروسه و باید این لباس بپوشم. باز کافی در کتاب کافی مالک ابن اعیون میگه امام را دیدم لباس سرخ پوشیده بود، گفتم چرا سرخ پوشید؟ گفت زنی از بنی ثقیف گرفتم و او این جامعه رو دوست داره. باز کافی حسن بن زیاد میگه که امام باقر لباس های رنگ و رنگ میشود، یه بار من دیدم لباس گلی پوشیده. و زراره در کافی میگه که خودشون و فرزندانشون خارج شدن و لباسی از مخمل زرد پوشیده بودن. ببینید مجموع فاکتوری که من هم میذاریم، قصد توهین نیست، قصد تحقیر نیست، قصد فهمیدنه. و بعدها اگر فرصت شد من خواهم گفت که چرا فرهیختگان به جای این که وارد حیطه تقدس بشن نیومدن توضیح بدن که کدام علوم شکافته شد، چگونه زندگی سیاسی اینا بود، کی مبارزه کردن که بعد در یک جنجال و یک در همامیختگی در جریان سال 57 ما شاهدی یک انفجار عظیمی باشیم که چاشنیش اینها بودن و رژیمی سرنگون بشه و یک رژیمی بیاد که 1,000 بار اصلا قابل مقایسه نیست. من اینجا تمام میکنم. فقط نکته که در رابطه با امسر شاه گفتید، واقعا اینجا میشه فهمید که باید درست برخورد کرد. ایشون ما داریم تاریخ میگیم. این سلسله پهلوی در میان تمام سلسله‌های بعد از اسلام از نظر تاریخی و با قضاوت تاریخی من اخلاقی بهترین سلسله‌ای بود که حکومت کرد و کارنامه
شهبانو فرح پهلوی به عنوان یک زن ایرانی سرشار از کارهای نیک و خیر، خلاصه انتشار ادبیات، انواع نهادهایی که به سرطانی ها میرسید، به کودکان شیرخوار میرسید و بحث جداگونه است. ما اگه بخوایم مملکتمون رو بشناسیم واقعا باید منصفانه قضاوت بکنیم، نقدمون هم درست بکنیم و در فرصتی اگر شد خواهیم پرداخت. سپاسگزارم. عرضم به حضور شما که اشاره میکنید شما به 57 و انقلاب 57 و اینا، ما از پیش از اون، ما تو تاریخ همین گفتم به اون نامه اشاره کرد، ایمیل اشاره کردم که دوستی فرستاده بود، بهش گفتم که این رو رضاخان میرپنج که سردار سپه شده بود، یعنی میرپنج دیگه درجات عالیه داشته، از دوران رضا ماکسیم گذر کرده بوده شده بود سردار سپه، ولی گل میمالیده رو کلش و تو دسته قزاقا حرکت میکرده و میرفتن تکیه دولت، یکی از منظمترین دسته های سینه‌زنی هم میگن دسته همین قزاقا بوده که مردم میرفتن به تماشا. و ولی بعدن که رضا شاه میشود شاه، همون سردار سپه مقام شاهی کسب میکنه و تاج میذاره به کلش، با کمک گفت 7 معلم داشت، هر 7 معلمش رو کشت، با کمک مثل آدمی مثل تیمورتاش که خب از یه خانواده مرفه بوده و از شاهزاده ها بوده، پدرشون از بچگی 7-8 سالگی فرستاده بوده به روسیه در سن پترزبورگ اونجا درس بخونه و زبان روسی و فرانسه و انگلیسی و اسپانیش رو راحت حرف میزده، اینجور که کتابا نوشتن، و بعد در زندان میمیره. داستان بهش احمدی و اون قضایی که تاریخ راجب شرف. اما توی دوره رضاشاه ما نمیبینیم همچی فعالیت هایی رو، ولی وقتی که جنگ میشه و ایران اشغال میشه به وسیله روسا یا شوروی اون دوره اسمش بود و انگلیسا، مملکت رو از شمال و جنوب اشغال میکنن و چه مکافاتی بر سر مردم ایران میارن که خودش قصه ها دارد، مثلا ماجرای تبدیل ارز، این که چجوری این دلارش رو به ریال تبدیل کنه و بتونه، خب در ایران که نمیتونی بری در نونوایی به برای سربازا نون بخری و بگی آقا بیا من لیر استرلینگ بد میدم، که بقاله میگه آقا همین ریال بده من برم پنیر بخرم. چه مکافات ها کشیدن مردم ها. در همون سالهای 1120 که بهش میگه عصر طلایی آزادی وجود داره، که از درون اون حزب توده میاد بیرون که یه حزب سراسر مدرن اینجوری بوده، ولی خیلی اسلامی ها هم فعالیت میکنن، انجمن های زیادی در اون سالها وجود داره، انجمن مبارزه با مسکرات، انجمن مبارزه با نمیدونم ضد حجاب، چه میدونم از این حجاب، همه اینا هست، اینا گوشه کتابای تاریخ معاصر از این حرفا میزنه. و بعد دوباره یک جریان گنده پیدا میشه به نام فدایان اسلام و بعد ماجرای کودتا و نقش مذهبی ها در کودتا مثل کاشانی و غیره، و اینکه دربار به سمت اونا حرکت میکنه و هر بار که شاه مثلا در اون ماجرای 1127 و تیر خوردن در دانشگاه که از فاصله اینا چند متری، اینا چند بار آقای امینی نازنین ناصرخان برای ما تعریف کرد اینجا که گفت منم تو سرم نمیدونم سرنیزه زدن افسرهای گارد و سربازهای گارد برای اینکه میخواستن اون رو بگیرن، خب میرفتن تو کاخ ملکه مادر محمد رضا شاه، یعنی زن اول رضا شاه، سفره ابوالفضل پهن میکرده، بعد دفتر میذاشته، مردم ها بعد اون دفتر رو امضا میکردن
و بالاخره هر اتفاقی که میافتاده ملکه مادر اونجا یه سفره ابوالفضل مینداخته و روزخونی مینداختن و شاه روزخونی هایی رو که تعطیل شده بود دوباره را میندازه و ماجرای همین محرم، روزخونی های محرم در کاخ گلستان رو تبدیل میکنن به جای تکیه دولت که دیگه حالا رضا شاه اون رو تعطیل کرده بوده، این با اینا میان تو کاخ گلستان هم کار رو انجام میدن و دوباره تکیه را میندازن. و ما حتی شاهدیم که در دادگاه گل سرخی وقتی که میسته از علی به عنوان اول سوسیالیست جهان یاد میکنه، میگه اون یکی از اولین سوسیالیست جهان بوده است، در حالی که تاریخ میگه مثلا مزدک و قباد و اینا بیشتر گرایش سوسیالیستی به معنای امروزی داشتن بر اساس اینکه زمین مالک ندارد، زمین مال همه است، هر کسی که روی زمین کار میکنه مالک زمینه و بایستی که در حقیقت اصلاحات ارضی بشود و همین کاری که بعدا محمد رضا شاه تو سال 41 هم میگه مثلا تو تاریخ ایران این در گذشته هم بوده. میخوام ببینم که نقش این تیکه برام خیلی مهمه که از زبان شما بشنوم که چطوری میشه که این مراسم که اونجور رفته بود از بین، رضا شاه از بین میبرتش، البته نه خودش، معلمینش حکم میکنن که برای نجات جامعه، اون هم برای اینکه تقلید میکرده از آتاتورک، کاری آتاتورک میکرده اونم میکرده، اون رو به عنوان الگو برای خودش در نظر گرفته بوده، این چی میشه که نقش این، نقش آخون در تعریف سیاسی، بود سیاسی دادن و این رو به امروز رسوندن که آدمی مثل گل سرخی بگه نمیدونم علی مارکسیست بود، نمیدونم اون یکی سوسیالیست بود، اینا رو چجور تعریف میکنی؟ چجور میشه ازش نتیجه گرفت؟ چه اینی که اشاره کردی که در 57 این گروه ها اومدن، ریشه هاش رو بشنویم از زبان شما. حزب ملل اسلام، بعد میشه مجاهدین، اینا رو چی میدونیم ازش؟ بفرم. خواهش میکنم. ببینید، با دوگم ها رو کنار بذاریم، باید خجالت رو کنار گذاشت، احترام بیهوده رو کنار گذاشت، با درود فرستادن به هر کسی که در طول تاریخ مبارزه کرده، مبارزه با سلاح یا قلم، به اونا با درود فرستاد، ولی نقاط ضعف و باد گذاشت روی میز. ما همون داستان مقدس سازی که در رابطه با امام محمد باقر و امام جعفر صادق و زین العابدین و بقیه کسان داریم، اینو در رابطه با مبارزان به کار میبریم. ببینید، من صریحا میگم، بارشم بر دوش خودم هم خواهم کرد، بسیاری از مبارزان ما، چه کمونیست چه مذهبی، آدم های کم سوادی بودند، آدم هایی بودند که با احساسات حرکت میکردند. احساسات خیلی چیز خوبیه، ولی احساساتی که مبتنی باشه بر ادراک درست و نباید به هیچ وجه از این کوتاه اومد. گل سرخی اشتباه میکرد، سوادش رو نداشت، روح شاد و یادش پایدار، محمد حنیف همینطور. سوال اینه که آیون ببینید، توده های مردم که بیگناهند، که من هر وقت که بیاد مردم ایران میفتم، به خصوص در حکومت آخونده، یاد این فیلم هایی میفتم که دست طبیعت نشون میدن و گله های آهو و غزال و گاومیش و نمیدونم انواع حیوانات، خلاصه موجودات، قصد، خلاصه در این مثال میزنیم، قصد مقایسه انسان با حیوان نیست، هرچند انسان هم جای خودش داره و بایدش احترام گذاشت. ببینیم که اینا هستند، گله های انبوه، و چند تا شیر میان اینجا، از شیر من مثال نمیدونم، شیر حیوان آبرومندیه در فرهنگ ما، بهتره کفتار مثال بزنم، اینا رو خوب نگاه میکنن، برآورد میکنن، بعد حمله میکنن، تعدادشون رو میخورن. توده های مردم از قدیم الایام در دست حاکمان مذهبی و غیر مذهبی و در چنگال آخوند، جز این گله های خلاصه پر ناز و نعمتی نبودند که در چراگاه های تاریخ
در حال حرکت بودن و دیکتاتورها اونا رو دریدن و خوردن. مردم بیگناهند، گناهی اگر از متوجه ما، متوجه کسانی امثال منی، کسانی که سوال نکردن. من امروز سوال میکنم، میگم که از دوران مشروطیت بگذاریم و بزرگانی مثل میرزا آخان که واقعا اونها خیلی کسروی، امثال شفا، شجاع‌الدین شفا، اینا درست برخورد کردن. ولی سوال اینه که با کمال احترام آقای مهندس بازرگان عزیز، کسانی که رفتن گفتم روانشان غرق نور و شادی بود، کسانی که ماندن عمرشان دراز، وقتی که شما میخواستید اسلام صحبت بکنید چرا نرفتید و بررسی نکردید که نقش تاریخی امام سجاد و امام محمد باقر چی بود؟ از دکتر علی شریعتی گرامی باید پرسید که شما که این همه شعله احساسات با آسمون هفتم رسوندید، چقدر واقعا کار کرده بودید روی زندگی امامان شیعه که فقط با احساسات اومدید و برانگیختید و جامعه رو خلاصه به شور آوردید. همینو باید خطاب به محمد حنیف نژاد گفت، این مرد بزرگی که واقعا شجاع بود و جان و خونش رو مثل آب خوردن در راه اون ایمانی که داشت داد. ولی آیا اون رفته بود تاریخ شیعه رو دیده بود؟ واقعا دیده بود؟ از حصار تقدس خارج شده بود؟ نه، نشده بودن. به نظر من خود خسرو گل سرخی هم که یک کمونیست بود در حصار تقدس در حال نفس کشیدن بود. البته من زمان رو فراموش نمی کنم که 40-50 سال گذشته و ما دو تا تجربه تاریخی و تئوریک پیش رومونه. ولی کسی که ادعای راهبری جامعه داره، ادعای فریختگی داره، ادعای خلاصه دانش و آگاهی داره، در هر زمان با درست برخورد بکنه. به قول امیل زولا، یک اشتباه 10,000 جسد، 100,000 جسد رو تو کتاب شکست میگه به زمین میریزه. تو جنگ ناپلون با آلمان ها، ناپلون دوم و سوم، الان هم همینطوره. اشتباه ماها میلیون ها جسد رو بر زمین ریخت، ناآگاهی و اسیر احساسات بودن. این از روشنفکر جامعه که از نوع تاریکش مثل جلال آل احمد که نویسنده بزرگی بود ولی واقعا از نظر مذهبی چرخشی کرد که بالاخره آب حسابی ریخت در آسیا و آخوندا، تا بقیه واقعا هیچ کدوم نیستند که انتقاد متوجه اونا نباشه. باید نترسید از انتقاد، باید از این تقدس بازی دست برداشت، باید مبارزین و مجاهدین رو نقد کرد برای اینکه بتونیم راه بریم. و اما اینکه چطور این موند، ببینید این مذهب در هر دوره‌ای یک امکانی بوده که هر کی میخواد حکومت بکنه از این خلاصه امکان استفاده بکنه، از خوبیهاش و بدیهاش، و به جهل مردم دامن بزنه. میبینیم از قدیم، از زمان نواب اربعه که این بسای 4 آخوند زبل، واقعا این نواب اربعه 4 آخوند زبل بودند که اومدند و این بساط رو علم کردند و رسوندند تا روزگار ما، تا امیر تیمور گورکانی که مسجد متحرک داره، تا قازان خان مغول که خلاصه مسلمون میشه، تا نمیدونم بقیه، و تا برسه به روزگار ما و دوره رضا شاه و محمد رضا شاه که برخلاف مثلا بعضی از شاهان اروپایی، مثلا این هانری ویت در انگلستان، هانری هشتم بود فکر کنم، این آدمی که 3 تا زن خودشو گردن زد، انسانی بود دیکتاتور، ولی این آدم سر از کاتولیسم خلاصه برتافت و به پروتستانی کمک کرد و در حقیقت انگلیس رو به نوعی مستقل کرد و موجب شد نفس بکشه و بتونه جامعه حرکت بده. شاهان ما این کار رو نکردن. در طول در باره همین سلسله پهلوی، ببینید اگه انتقادی وارد باشه، من گفتم تاریخی و نه اخلاقی. اگر بخوایم اخلاقی قضاوت کنیم، تک تک اینا رو باید نقد کرد، کشتن تیمورتاش، کشتن فرخی یزید، ترور نمیدونم میرزاده عشقی، به زندان انداختن شعار بزرگ آزادی ملک و شرای بار و خیلی کارهای دیگه کرد که کرد. ولی اگه تاریخی بخوایم نقد بکنیم، مشکل اصلی به نظر من الان این نیست. ببینید سلسله پهلوی، آخرین پادشاهش، نه تنها این حرف اعتقاد من الان در سن 60 و چند سالگی، نه تنها از خلاصه آلترناتیو خودش 1000 بار بهتر بود، بلکه از اپوزیسیونی که الان وجود داره در خیلی موارد جلوتر بود.
اپوزیسیون ها این گروه هایی که الان هستن، این گروه هایی که الان هستن به حاکمیت نرسیده دارن کارهایی میکنن که شاه در دوران حاکمیتش نکرد. اگر روزگاری فرصت شد من خواهم گفت که بعد از اینکه 2 سال 3 سال من علیه شاه خلاصه به عنوان برانداز مبارزه کردم و شکنجه شدم در ساواک و شلاق خوردم و خشونت دیدم و به زندان رفتم، ولی وقتی آزاد شدم به من خائن نگفتن و تحصیل من آزاد شد، انامه دادم و اومدم بیرون و ساواک متعرض من نشد، ولی از اپوزیسیونی که ادعای سوپر انقلابی بوده بعد از 30 سال مبارزه با آدم 10 بار لقب خیانت و مأمور اطلاعات میزنه و همسر آدمو در مقابل خودش وامی داره که علیه اون صحبت بکنه و نامه جعل میکنه، بنابراین شاه به نظر من 10 بار مترقی تر از اپوزیسیون بود. این که از این اشکالی اگر متوجه رژیم سلطنت است اینه که به این دامن زد. گفتم کشتار در همه سیستم های حکومتی بوده کم یا زیاد، از کوروش در جنگ ها تا محمد رضا شاه، ولی بعضی ها در ایران از این خبران نیست، در ایران مذهب خفه کردم ایچی رو، ولی در خارج مثلا پادشاهان فرانسه رو وقتی من میخوندم میدونم لوی چهاردهم هر شب با یک زنی خوش بود، ولی در این حال در روز بارها و بارها هنرمندا رو مینواخت، اجازه میداد فرهنگ رشد بکنه، اجازه میداد هنر رشد بکنه. لوی 15 16 با ولتر رفت آمد داشتن اینا، یعنی فقط این نبود که کیف خودشونو بکنن، بلکه جامعه رو جلو می بردن، به طوری که این جامعه وقتی که انقلاب کرد تونست وایس رو پای خودش. تو ایران اینطوری نبود، ایران اسیر همون تقدسی که بقال و سبزی فروش خلاصه کوچه و بازار بودن. بعضی وقتا میبینیم شاهان ما هم گرفتار همین بودن، امثال ناصرالدین شاه که دیگه آش نزدی بار بذاره، یا گفتم انتقاد به محمد رضا شاه سر جای خود، ولی اگر انتقاد واقعی اینه که در طول 30 40 سال حکومت جلو این فضا رو نگرفت و به نوعی تسلیم تقدس شد و نگذاشت جامعه نفسی بکشه، واسرش این شد که این رژیم اومد. و اینجاست که فارغ از تحلیل های صد من یک قاز، اگر انتقادی وارد باشه و اگر درد اینجا متوجه باشه این هست که من جمله در ظهور حکومت آخوندی عقب ماندگی های دوره پهلوی در کنار عقب ماندگی های روشنفکران و انقلابیون و مبارزین دست به دست هم داد و این رژیم رو روی کار آورد. رژیمی که بزرگترین سازمان انقلابی که میگه من چپ مارکسیسمم دم ستادش آویزون میکنه که مجاهد اعظم آیت الله خمینی، این حرف یا مفته و دروغه که ریاکاری و حق بازیه، یا اگر درسته به چه دلیلی مجاهد اعظم؟ معیار شما چی بوده؟ این عقب ماندگی ها و بدبختی هاست که جامعه ما رو به این روز انداخته. و هنوزم اگر ما امروز حواسمون نباشه که تیغ نقد و انتقاد رو روی خودمون بکشیم و همه رو باید از زیر تیغ نقد گذرون، هیچ کدوم از ما بیگناه نیستیم، تمام ما در ایجاد این وضعیت نقش داشتیم، از بعد از مشروطیت، از بزرگان عزیزی چون مهندس بازرگان، دکتر شریعتی، محمد علی نژاد، مسعود رجوی، بنده، نمیدونم در حد خودم و بسیاری از نویسندگانی که اومدن سخنرانی کردن و در آغاز انقلاب گفتن اسلام رهایی بخشه، هیچ کدومشون به نظر من ادراک علمی و درستی نه از اسلام داشتن نه از تاریخ اسلام، وگرنه تو این چاه ویل ما نمیافتادیم. ممنونم از شما. عرضم به حضور شما که باز برمیگردیم به همین ماجرایی که بهش اشاره کردیم. ما توی اون دوران بعد از انقلاب علی‌الخصوص شاهد بروز یه سری از این جریانات هستیم، از ماجرایی که من بهش اشاره کردم که قتل‌های ناجوانمردانه ای رو انجام داد، مثل فرقان که به باور شخص خودم دست برورده بهشتی و جنگ های بهشتی بود، تا سامی که خودش جانشو بر سر این کار گذاشت، تا نهضت آزادی، تا اینکه اینها تبدیل شدن به یه جریانی به نام ملی مذهبی ها.
میخوام ببینم که استفاده ای که این جریانات از این ماجرای عاشورا کردن چی بوده؟ آیا این استفاده به عنوان ابزار ازش استفاده کردن کمکی به رشد جامعه میکنه اگر ما برگردیم از این اسطوره ها بخوایم استفاده بکنیم، یا اینکه ما رو در چاه خرافه همچنان سرگردان و ویل نگره اون میداره؟ نظر چیه راجع به این دست؟ ببینید، حتما به عنوان ابزار استفاده شده، ولی ای کاش به عنوان ابزار استفاده میشد. بدبختی اینه که تو نقطه اصلی و مرکزی فاجعه خود این افراد در حقیقت اسیر و زندانی این دم و دستگاه بودند. یعنی کسی که ابزاری استفاده میکنه میفهمه داره چی کار میکنه. یه دوره تاریخ آقا میبینی یک جامعه هست که مثلا یه سری مقدسات داره میشه، با تحریک اونا به هدف رسید. ولی گرفتاری اینه که تو نقطه مرکزی ما درمان رو در خلاصه این دم و دستگاه میجستیم، در حالی که این درد بود. خود این مسئله، خود اسلام سیاسی در طول تاریخ ایران درده. گفتم در روشنای تاریخ هیچ چیز پنهان نیست، هیچ وقت نرفتن، هر کس که دست به قلم برد نوشت چند تا چیز برای اون کاملا تثبیت شده بود که آقا اسلام برترین دینه، از اون بالاتر نیومده، پیغمبر اسلام برترینه، امامان شیعه بهترین ها هستند و سمبل عدالت و آزادی. ولی هیچ کدوم نرفتن ببینن که آخه چطوری، کی، کجا و چگونه این سمبل آزادی، مفهوم آزادی چطور میتونه در قرن ششم میلادی، موقعی که اصلا اثری از دموکراسی و آزادی به مفهوم امروزی نبود، وجود داشته باشه. خب راحت، اینا خیالش راحت بود که خدایی هست که در جهان رو کنترل میکنه و ایشون هم پیغمبری رو فرستاده و این پیغمبرم سمبل آزادی و دموکراسی است و بعدش هم رسیده به امامان شیعه تو مملکت ما، تو جای دیگه هم به کسای دیگه رسیده و بنابراین باید اینو تبلیغ کرد، باید دنبال این راه رفت، باید اسلام اسلام گفت و باید خلاصه جمهوری اسلامی رو ندا داد. و هنوز بعد از این تجربه ما شاهدیم که روزخانهای جدید که سواد آخوندارم ندارن دنبال جمهوری دموکراتیک اسلامی هستند، در حالی که در عالم گفتم که عرفان و صوفیزم و نمیدونم فلسفه و کارهای نظری اشکال نداره، هر کسی میتونه هر چی میخواد فکر بکنه، ولی در عالم سیاست کلمه دموکراسی و اسلام از هم فرار میکنن. شما وردارید نگاه بکنید، من وقتی میگم درد اینه که نقطه محوری است و فقط ابزاری نیست، دوتا با هم ترکیب شده و خیلی وقتا نقطه مرکزی نقطه ابزاری نیست، نقطه اینه که ایمان وجود داره. دموکراسی در سیستمی که در کتاب اصلیش و نقطه اصلی هستی شناسیش یعنی خدا دستور سوزوندن و دست و پا بریدن و زن نمیدونم کافر رو به کنیزی کشیدن خلاصه تأکید میکنه، کجا دموکراسی ازش در میاد؟ با صد من اصلا نمیشه این زهر خورد. تعارف رو بذاریم کنار، نمونه عالیش، من موقعی که روی زندگی امام سجاد زین العابدین بیمار خلاصه جستجو میکردم ببینم داستان شهربانونه چیه، یک خروار حدیث و سند هست. خب بهترین نمونهش اینه که دو تا از دختران یزگرد یا یکی از بزرگان رو گرفتن اووردن در مدینه و اونجا به فروش گذاشتن و خلاصه زمان عمر گفتن آقا کی اینا رو میخره. علی وارد شد برای اینکه به سر آخونده از موضع مثبت که علی انسان بزرگی بوده، ایرانی ها رو دوست داشت و اونو گرفت که به قول معروف از ترکیب دختر شاهزاده و خلاصه چیز امام حسین یک امامی ایرانی عرب به وجود بیاد به اسم امام سجاد. علی میگه که آقا این دخترها وقتی وارد میشن، دو دختر بزرگزاده فریاد میکشن که وای بر هرمز که دخترانش تو به ذلت افتادن. چون ما مجسم کنید دو دختر بزرگزاده ایرانی رو بین ده ها نفری که اومدن مثل زمان داعش کنونی دقیقا که بخرنشون. علی میگه که اینجوری نیست که کسی بده، میگه همه مسلمین از بیت المال حقی دارن و این دوتا
مال بیت المالن و نمیشه اینجوری راحت فروختشون. بعد میگه من حق خودم رو بخشیدم، بقیه هم حق خودشون رو میبخشن، عمر هم حق خودشون رو میبخشن، نهایتا این دوتا دختر علی میخره و آزاد میکنه و میبره با خودش. شما نگاه بکنید صحنه رو، آخه این صحنه با دموکراسی میخونه. گیرم که علی به اینا کمک کرد، ولی جهانی که توش، گفتم که من بارها رو این فکر کردم، خدای آفریننده هستی، اینجا رو نقطه فراموشش که من میگم مشکل ما اینه که ما ابزاری نیست، ما گیریم تو این دستگاه، ما تو این تقدس گیریم. ما هرگز فکر نمی کنیم که در طول قرنها یک بار شد که یکی فکر بکنه، همون بحثی که من اول کردم که آقا امام محترم باقر العلوم چه علمی رو شکافته، امام سجاد جز نماز خوندن و سجده کردن چه تأثیر اجتماعی تاریخی داشته. آره برای سردار سلیمانی حتما داشته، برای پاسدارا داشته، برای خمینی داشته، اونا میتونن، برای اینکه اونا تو حاکمیتن و گله های ما رو دارن میدرن و میخورن و استفاده میکنن، بنابراین هم خداشون رو باز شکر بکنن، هم به پیغمبرشون باید احترام بذارن. ولی ما چرا؟ مشکل سر اینه که تو این دستگاهی که شما نگاه بکنید، من بارا فکر کردم که آخه آفریدگار هستی که صد بار به خشنترین وجه دستور سوزندن و بازسوزندن بندگان خطاکارش میده، چنین خدایی اگر الان در قرن 21 بود عراق این جهان آلوده دستگیر میشد و به زندان میبردن اینو به جرم آدم سوزی. ما داریم هیتلر رو محکوم میکنیم که 6 میلیون یهودی رو یا 4 میلیون یهودی رو کشت، ولی روزی 17 بار جلوی کسی داریم سجده میکنیم که دائم میگه میسوزونم و اولش هم به نام بسم الله الرحمن الرحیم. گفتم وقتی که داریم گل سرخی رو نقد میکنیم تعارف رو بذاریم کنار، تا ته خط بریم. ما گیریم، ما مشکل داریم، ما مغزمون رو قفل زدیم، ما جرأت نداریم به خاطر این که میخوایم جاودانه بشیم و از آتش جهنم و نمیدونم پل صراط میترسیم و ریشمون گروه 12 سید محترم علوی خلاصه نیکوکاره، جرأت نداریم. مشکل سر اینه که تو نقطه مرکزی تفکر همه ماها، از محمد حنیف نژاد، مهندس بازرگان، دکتر علی شریعتی و همه اینها، این وجود داشت. اگر این وجود نداشت ما این حصار رو خورد کرده بودیم، اومده بودیم بیرون و الان هم جامعه دموکراتیکی داشتیم به طور نسبی و هم مذهب سر جای خودش بود. کسی که میخواست نمازش بخونه، من که معتقد نیستم که میشه یک روز همه چی رو جارو کرد، اصلا جارو شدنیه، مقوله مذهب پیچیده تر از این حرف هست. ولی تا جایی که به واقعیت تاریخی برمیگرده، مشکل سر اینه که تمام این گروه ها گیر بودن تو نقطه مرکزی ذهنشون و امروز هم هنوز گیرن بعضیا، به طوری که هنوز هم که هنوزه آقای مسعود رجوی به عنوان رهبر عقیدتی نمیخواد پاسخ بده که باقرالعلوم چه کرد. امام زین العابدین بیمار که فقط ناله و شب تا صبح واقعا چنان در هم شکسته بود که دائم من نمیدونم برای چی باید بترسه از خدا اینقدر و هیچ مبارزه سیاسی نداشت، ایشون باید رهبر و ملجع نمیدونم مجاهدین باشه. مشکل سر اینه، مشکل سر گیر بودن تو نقطه مرکزی است و در کنار این استفاده ابزاری کردن. اما اجازه بده که بریم و یک موضوع که با توجه به این موضوعاتی که مطرح کردیم و حرفایی که در ظرف این جلسات گفته شد و امیدوارم که ما بتونیم فردا و پس فردا و تا پنجشنبه این داستان رو با شما ادامه بدیم، ولی بعد برسیم به اصل واقعیت‌های تاریخی، خب متوجه میشیم که یه جریاناتی، یه موانع بزرگی بر سر راه وجود داره و این خرافه رو به اشکال مختلف تو جامعه ترویج میکنه. مثال زدم از ماجرای گل سرخی و نمیدونم از اینکه علی مارکسیست است یا از اینکه مجاهدین مثلا لیستش رو میبره تو بارگاه امام حسین میبره اونجا تقدیم میکنه. فکر میکنی که راه و بعد در گفتم بارها
راجع به مسئله حرف زدیم که تو طول تاریخ از در حقیقت قرن، شاید بگیم که از اواخر قرن دوم اوایل قرن سوم، میبینیم که هی گله 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 سر بر میکشه و جاهای مختلف اعتراض میشه، مبارزه میشه، خون ریخته میشه، همه رو میبینیم. و حتی ماجرای مثلا ابو مسلم رو در تاریخ داریم که حالا سر اونم بحث است که آیا ابو مسلم که یه فرهنگ آغشته به ایران، اولا میگن که خود ابو مسلم اصلش ایرانی که نبوده، یه سردار عرب بوده که به حکومت فرمانداری بخشی رسیده بوده، اومده بوده به خراسان، در اونجا مستقر شده بوده به نمایندگی از خلیفه، ولی بعدها علیه خلیفه قیام میکنه و یه سردار عربی علیه یک عرب دیگری قیام میکنه، علیه فرمانده خودش قیام میکنه. ولی راه و چه میدونم عمر خیام رو داریم که خدا رو میشوره و میذاره کنار، زکریای رازی داریم، نمیدونم عبید زاکانی داریم، صادق هدایت داریم، خیلی از این آدم ها هستن، طالبوف تبریزی داریم، آخونزاده داریم، همه اینا حرف زدن ولی زورش نرسیده. و من فکر می کنم حکومت خمینی، در حقیقت حکومت اهریمن، این یخا رو شکونده و کار رو آسون تر کرده. امروز علارغم این که سینه زنی میکنن، روزه میخونن، نهار میدن، غذا میدن، ولی پیامک و نمیدونم مسیج اسمس هم برای هم دیگه میسن و هزار تا جوک راجب داستان درست میکنن. فیلم که راه مبارزش چیه؟ تجربه شما در این زمینه به شما چی حکم میکنه؟ ما وقت چندایی نداریم چون این بحث میدونم یه بحث پایه‌ای و مفصله، اگه ممکنه قدری مختصر راجبش بگین ولی بذاریم برای جلسات آینده و این روی این موضوع بیشتر کار کنیم. بفهمید میشتم. حتما ببینید اینو باید در آینده مفصل‌تر صحبت کرد. منتها همونطور که خودتون اشاره کردید، تفاوت دوره ما با دوره‌های قبلی، حتی مشروطیت و قبل از اون، اینه که یک سیستمی اومده سر کار، یک رژیمی اومده که 37 ساله تئوری رو در عمل داره نشون میده. باز هم تعارف رو بذاریم کنار، ببینید نمایندگان امامان شیعه ممکنه خیلی خوششون نیاد. نظر شخصی من اینه که امامان شیعه انسانهای بدی نبودن، تا جایی که من خوندم مشغول زندگیشون بودن، یه شاخه از علویان بودن و این بساطو از قرن سوم به بعد علم کردن و در اینا رو به هم وصل کردن، یه چیزی درست کردن که تاریخ ما رو اسیر خودش کرد. تجربه خمینی روی میزه و خوشبختانه یخ‌ها در آب میشه. این تجربه به یک سلسله جبال الماس و طلا میارزه. مردم شما نگاه بکنید، وقتی که فیلم ها رو آدم میبینه، مال عاشورا، میبینه که اصلا به هم ریختن بساطو. درسته که هنوز آزاد نشدن، تو استادیوم موقعی که یارو میگه حسین حسین بکنین، مردم ایران ایران میکنن، یا اینکه کسی گوشش بدهکار نیست. متاسفانه ما تو ایران نیستیم که ببینیم جامعهمون از نزدیک چطوری داره تغییر میکنه. این تغییر رو باید جدی گرفت و اینجا دیگه از هیچ چیز نباید گذشت. اگر کسی بعد از این تغییر، گفتم اگر جامعه ایران میخواد پس فردا باز هم بجنبه، آقا جمهوری دموکراتیک اسلامی بشه یا جمهوری نمیدونم یه اسلامی دیگه بشه، به خود مردم مربوطه. ولی به نظر من اینطوری نیست. کسی که بعد از این تجربه تاریخی، بعد از اینکه نمایندگان علوی تبار 12 امام شیعه بر این مملکت حکومت کردند و میلیون ها نفر رو به کشتن دادند و اخلاق جامعه رو دچار فساد و زوال کردند و نه تنها مردم رو کشتن بلکه به وحش و طبیعت ما هم رحم نکردن، واقعا اینجا باید بگم در مقایسه یزید با این حکومت اسلامی کنونی، یزید هرگز خرابکاریاش اینقدر نبود و اگر 30 سال حکومت کرده بود این بلا رو به سر مردم نمی آورد. بعد از این حکومت
و بعد از این تجربه دیگه چیکار باید بکنیم؟ فرض کنید که خدایی باشه و بخواد به بندگانش بفهمونه مثلا که آقا مردم رو رها کرده باشه که خودشون آزادیشون رو به دست بیارن، دیگه بالاتر از این تجربه چه باید کرد؟ دیگه چه چیزی باید اتفاق بیفته تا ما بفهمیم و باز هم دوباره زمزمه جمهوری دموکراتیک اسلامی رو سر بکنیم و روزخونی جدید و جهل پراکنی؟ 30 سال 40 سال قبل اگر که هنوز این یخاب نشده بود ما میتونستیم بگیم، ولی الان دیگه نه. الان ببینید، اگر که من تو حرم امام حسین بودم موقعی که آقای رجوی از پاریس اومد به عراق، روز اول رفت به سر زیارت، تو حرم شروع کرد فریاد کشیدن هل من ناصر ینصرنی، آیا یاری هست که من رو یاری برساند. واقعا با یه حالت عجیبی این فریاد میکشید. من همونجا در حالی که دوربین دستم بود به این فکر افتادم که آقا جون 1400 سال قبل به این پاسخ کسی جواب نداد. بعد از 1400 سال این فریاد یا استفاده ابزاری هست از فرهنگ مذهبی، که من بارها اینو تاکید کردم کسی که بخواد با فرهنگ مذهبی به جنگه میره دنبال خامنه ای، برای اینکه دست اونا پرتر. ما فرهنگ نو میخواییم، ما خدای نو میخواییم، ما آیین نو میخواییم که بتونیم بجنگیم با خدای مشترک، پیغمبر مشترک، امام مشترک و ادعای حکومت سیاسی اسلامی که نمیشه جنگید. الان این دست ماست، باید تیز و تون محکوم کرد. اگر کسی دوباره میخواد این بامبول علم بکنه باید بزنیم جلوش، بگیم آقا جان بفهم اول تاریخ رو بخون، دقیقا تاریخ امامان شیعه رو بخون، نقش سیاسیشون رو برای ما توجیه بکن، بعد بیا ادعای حکومت جمهوری دموکراتیک اسلامی. اگرم میخوای آقا مردم استفاده ابزاری بکنه، مردم خودشون فرارین، آخوندا فریادشون در اومده که آقا جون بنیادها داره به باد میره. اون روز یکی از این آخوندا توی که فیلم ها دیدم داد میگه آقا جون ناراحت نباشید که بچه ها دارن سنی میشن، جوان های ایرانی جلوشونو بگیرید که زرتشتی نشن. موقعی که جامعه داره تکون میخوره هنوز ما شاهده نمیدونم سینه زنی تو اپوزیسیون هستیم و اینا. 36 سال تو این اروپا زندگی کردن، کدوم رنگو شما از تمدن و فرهنگ گرفتید؟ هنوز که هنوز دنبال نمیدونم این چیزهایی هستید که مادر بزرگ بنده است و فلان زن خونه دار و استفاده ابزاری از مذهب. چه چیز نوعی شما آوردید؟ چه برداشت نوعی از مذهب آوردید؟ راه یک، باید اینو افشا کرد و خلاصه ابرا رو جارو کرد. دو، باید فعالیت کرد. نخست باید در نقد خود کوشا بود و نقد گذشته و هیچ ترحمی نسبت به گذشته نکرد و اونو نقد درست کرد و بعد با فرهنگ و خرد جلو رفت. من مطمئنم که آینده روشنی در مقابل ما قرار خواهد داشت بعد از عبور از این جهان ظلمات و تاریکی و نکبت. واقعا من به این با تمام وجودم معتقدم. بسیار آقا ممنون و سپاسگزارم. شرمنده که وقت به ما اجازه نمیده بیش از این در خدمتت باشیم. بنابراین برای شما آرزو بهترین داریم تا فردا که دوباره این بحث رو با شما ادامه بدیم. من فهم میکنم موضوع خوبی است، ولی بایستی که اجازه بدیم که جامعه بیقدر این رو، یعنی مخاطبم این رو هضمش بکنه، چون که خیلی من میبینم که اینجا تو ایمیل ها سوالاتی مطرح میشود. بنابراین اجازه بدیم که فردا در خدمت شما باشیم و این بحث رو با هم ادامه بدیم. از حضور در برنامه نهایت سپاس رو دارم. برای خودت، عزیزانت و خانواده معززت آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر که با شما نازنین گفتگو کنیم. ممنونم آقای یغمایی. خیلی ممنون از شما. قربان شما. خب صحبت‌های آقای یغمایی رو با هم شنیدیم. امیدوارم این صحبت‌ها کمکی کرده باشد. من در یه فرصت دیگری تلاش می‌کنم که پاسخ‌های خودم رو نسبت به سوالات مطرح شده، ضمن اینکه روی ایمیل‌ها تلاش می‌کنم که پاسختون رو بدهم، ولی سعی میکنم که این رو توی عموم اینجا بیاریم در مقابل همه دوستان که متوجه بشیم که گره کار کجاست. ممنون و متشکرم از همه شما. اگر این برنامه مورد توجه شما واقع شده است، که واقع شده است،
لطف کن لینک های این برنامه رو از طریق فایل یوتیوب و شادکست اینا رو که ما روی فیسبوک و چه میدونم گوگل پلاس و تویوتر و تلگراممون قرار میدیم، شما هم همین کارا رو انجام بدید. آسان ترین راه است که به فیسبوک ما بیای، عضو صفحه ما بشی، یه لایکی بزنید و ویدیوهایی که اونجا قرار میگیره برای شما هم ارسال میشه. شما هم تو صفحه خودت لایک بزن و شیر کن تو صفحه خودت که دوستان شما هم بتونن ببینن. من این رو بارها توضیح دادم براتون که اگر شما یه چیزی روی صفحه فیسبوک هستی نگاه میکنی، اون عزیزانی که همراه شما هستن توی اون صفحه شما هستن اونا نمیبینن اونو، مگر اینکه شما اون لینک رو برای خودت تو صفحه خودت شیر کن، اون وقت همه کسانی که تو صفحه شما هستن این لینک بوم به صفحه اونا منتقل میشه. اونام بعد ازشون بخوای که آقا شیر کنید، اگر خوشت اومد لایک بزن و شیر کن. این اساس کارشه، لایک بزنید و شیر کنید تو صفحه خودتون. حتی اگه نمیخوای به دوستانت هم بفرستی، همون تو صفحه خودت شیر بکنی، دوستانی که توی صفحه شما همراه شما هستن، این برای همون کاری که ما اینجا انجام میدیم، مثلا تو صفحه خودمون رو قرار میدیم. بنابراین هر کسی که تو صفحه ما هست خود به خود براش منتقل میشه. نکته اینه وقتی برای اون منتقل شد، این به معنای نیست که کسانی که تو صفحه او هستن این رو میبینن. نمیبینن مگر اینکه شما اون رو شیر کنی تو صفحه خودتون. بنابراین این لطف رو کنی. ضمن دعوتتون میکنم که برای خبرها، دیدن ویدیوها، لینک های مرتبط به مردمریپورت.net بروید. برای این کار میتونی بنویسی مردمریپورت.net، صفحه مردم ریپورت باز میشه. میتونی رو آخرین اخبار روی صفحه میان تیوی کلیک کنی، اونجا باز میشه. ما رو بالای صفحه، اون بالای سری دگمه هست، یکیش نوشته مثلا آخرین اخبار، یکیش نوشته مقالات. دیروز دوستی از من پرسید که بخش مقالات رو چجوری بهش دسترسی پیدا میکنیم، که این میگی برو به بخش مقالات، چجوری باید برم. توضیح دادم که تو اون کنار صفحه اول 5 تا مقاله همیشه هست که هی تغییر میکنه، و هر کدومشون که کلیک بکنی اون مقاله رو میتونی ببینی. ولی اون بالا هم نوشته مقالات، اونجا هم که بزنی به مقالات دسترسی پیدا میکنی. این هم موضوع مقالات ما. اما چون که 17 ماه هست و ما همیشه مشکل مالی داریم، ازت خواهش میکنم در این زمینه یاری رسان ما باش. از همه همراهیت ممنونم. درنگی میکنیم و در ادامه برنامه ها همراه شما خواهیم بود. همراه ما باشید. متشکرم.